سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در ایران و سراسر جهان. از در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که باز در پیش شما هستم. بحثی که من دارم امروز در دو بخش جداگانه است که شاید از هم جدا هم نباشه به نوعی. یکی شب یلداست. شب یلدای ما ایرانی ها که به هر حال یک سنت باستانی ایرانه. من یک نکته ای رو میخوام در اینجا خدمتتون بگم. میدونید که چرا این اعیاد باستانی ایران بعد از هزاران سال همچنان باقی مونده؟ به نظرم در مرحله اول باید به این مسئله اشاره کرد که مذهبی نبودن این اعیاد دلیل باقی موندنشه. شما نگاه بکنید، نوروز در روز اول بهار به هر حال بستگی به طبیعت داره، رشد و نمو به گیاه داره. نگاه بکنید به تیرگان تابستان، گرمای تابستان، اون گستره آتش. نگاه بکنید به اول پاییز، جشن مهرگان، و در نهایت نگاه بکنید به اول زمستان، شب چله ها و یلدا. و این مسئله باعث باقی موندن این سنت ها شده که با هیچ شکل و شگردی هم امکان نداره که بتونن حتی کم رنگش بکنن، نه اینکه از بینش ببرن. در 40 سال گذشته بارها و بارها میخواستن که عید نوروز را مثلا بردارن به جاش عید قربان بگذارن. آخه کجا به هم دیگه میخوره؟ شما عید نوروز رو نگاه بکنید که شکوفایی طبیعت، عید قربان رو نگاه بکنید که کشتاره. حالا من وارد این قضایا دیگه نمیخوام بشم، فقط میخوام بگم که شب یلداتون مبارک بوده باشه و امیدوار هستم که این شبهای دراز همیشه براتون جاودانی باشه و یلدای بزرگ ایران رو در انتظارش باشیم که به زودی شاهدش خواهیم. و اما به سرعت برگردم به مسئله کریسمس که باز هم با اعیاد و مراسم غربی و حالا امروز به خصوص در ایران شکل تازه‌ای رو ما شاهدش هستیم. این کریسمس به زبان انگلیسی یا نوئل به زبان فرانسه، همونطوری که میدونید قدمت نزدیک به 2000 ساله داره و شاید اولینش در سال 336 در روم به وجود آمد. البته در شاخه‌های مختلف مسیحیت روزهای 24، 25، حتی 7 ژانویه رو در شاخه‌های مختلف به مناسبت کریسمس و تولد مسیح جشن می‌گیرن که به نظرم میرسه که باید تبریک گفت به همه مسیحیان جهان و خاصه مسیحیان کشورمون در داخل ایران و خارج از ایران. و بابا نوئل رو که به حال سمبل کریسمس، یادآور یک پیرمردیه که بسیار مهربان، کمی چاق و لبش خندانه و هدیه و کادو میده به بچه‌ها به خصوص. و این خوشبختانه رسمی شده که این رسم کادو دادن و هدیه دادن همه افراد، حالا باید بگم که حتی در غیر مسیحی ها هم این رعایت میشه و به هر حال باز هم جشن میلاد مسیح مبارک باد برای همه مسیحیان جهان، مسیحیان ایران و هموطنانمون که چه در این زمینه مسیحی باشن چه مسیحی نباشن، که میبینیم که در سالهای اخیر گستره بسیار بسیار بالایی رو پیدا کرد. اجازه بدید حالا که بحث از سمبل مسیحیت یعنی خود مسیحه، بحث از آزادی و برابری در دین مسیحه، بیایم یه نگاهی هم
بکنیم به داخل کشور خودمون، به این بحث ادیان و مذاهب برگردیم، به این که ببینیم که ما در این 40 سال در جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی رو ادیان و مذاهب دارن و واکنش های مردم چیه. اصل 12 قانون اساسی میگه دین رسمی ایران اسلام و مذهب شیعه اثناعشری است. خب اولین مسئله ای که اینجا به وجود میاد بحث رسمی بودنه. یعنی چی؟ این رسمیت به چه معناست؟ شما در تمام قوانین دنیا در کشورهای متمدن وقتی نگاه بکنید که ما یکی از اون اولیه هاش بودیم، از یکی از اون دو کشور باستانی تمدن فرهنگ جهان بودیم، میبینیم که اصلا بحث رسمیت وجود نداره. وقتی که برمیگردیم به زمان هخامنشیان، 48 نژاد با تعداد بیشماری ادیان و مذاهب خودشون در امپراتوری ایران زندگی میکردن. اینی که حالا به عنوان سمبل به کوروش نگاه بکنید و یا مسائل دیگری که در طول تاریخ باستانی ایران وجود داره، میرسیم به همین جا، میرسیم به این که رسمیت یعنی غیر رسمی بودن بقیه. این توهین به بقیه است، رسمیتی وجود نداره. البته جمهوری اسلامی میگه که به هیچ وجه من الوجود در اصل 13 شاید بله دیگه میگه که به هیچ وجه من الوجود تغییر ناپذیره، تغییر نخواهد کرد. منو یاد یک ضرور مسئله هموطنان افغانی خودمون میندازه، میگن که ما زیر بار زور نمیریم مگه اینکه خیلی زورش زیاد باشه. حالا باید ببینیم که جمهوری اسلامی در این زمینه چه میکنه. اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه 3 دین زرتشتی، مسیحی و کلیمی، 3 دین شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران هستند. بهتر نگاه بکنیم چه بلایی به سر این 3 دین آمده. همین هایی که حداقل رسمیت دارن چه کردن با اینها؟ ولی از سوی دیگه وقتی که نگاه میکنیم، اصل 14 در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل مهمتری است. در این اصل اعلام میکنه دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند. شما نگاه بکنید که این به چه شکل در این اصل 14 رعایت مهربانی و قسط و عدل اسلامی شده. نگاه بکنید به ادیان و مذاهب مختلفی که در ایران هست در این 40 گذشته. اول از همه به سنی ها اصل اسلام هستند. یعنی 90% از کل جمعیت مسلمانان جهان، بیشتر از 90% سنی هستند. این سنی ها کیان؟ این سنی ها همون هایی هستن که به هر حال در دور تا دور ایران زندگی می کنن. ایرانیان اصیلی هستن که فارغ از بحث دین و مذهب جزء پایه ها و ریشه های ایران هستن. این که حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، هیچ تفاوت نمی کنه کیه. شما نگاه بکنید که با اینها چه میکنن. ما به 2 عید شب یلدا و مسیحیت اشاره کردیم. شما ببینید که همین اعیاد شیعی وقتی که انجام میشه در داخل کشور چه بلایی رو به سر سنی های کشور، یعنی اصل مسلمانان دنیا میاره. همین که میان در اونجاها نمیدونم سمبول های اونا رو آتیش میکشن، نمیدونم چه و چه و چه. آیا شما فکر میکنید که این میتونه راهی به انسجام کشور ببره؟ اینا بحث هایی که ما ناگزیر باید بهش بپردازیم. خب این
مسیحی ها، این نوکیشان مسیحی خب خیلی راحت میگن که اینها چون کلیساهاشون در خارج از ایران به خصوص در انگلیس، پس در نتیجه میگن اینها انجیلشون با ضد انقلاب و با نمیدونم ضد اسلام و غیره و غیره. هر چیزی که فکر بکنید واسهشون وجود داره. ادیان مذاهب داخل ایران اعتبار ایران هستند. اینهایی که به هر حال یا رسانی ها یا نمیدونم دراویش یا ماندائیان عرب زبان های استان خوزستان، همه اینها ایرانی هایی هستند که این مذاهب رو دارن و باید مورد ارزش و احترام قرار بگیره. من به سرعت میرم به سراغ منشور سازمان ملل متحد و میثاق های وابسته به اون. میثاق های وابسته به منشور سازمان ملل متحد در چندین جا، در اصل 18، در اصل 19، در اصل 27، همه تاکید بر آزادی و برابری انسان ها دارن، فارغ از نژاد، رنگ پوست، مذهب، غیره و غیره. و به خصوص در اصل 27 وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اینها به چه شکل دارن زیر فشار قرار میگیرن. اجازه بدید که تنها اشاره به این بکنم که ما انجمن پژوهشگران ایران در نوامبر سال 2014 کنفرانسی رو در رابطه با آزادی برابری ادیان و مذاهب و باورها در لندن ایجاد کرد که احمد شهید اون موقع گزارشگر حقوق ویژه سازمان ملل بود و از طرفی حقوق آقای بیلفلد گزارشگر دیگر سازمان ملل در امور ادیان مذاهب، برابری ادیان مذاهب، و تمام مسئولین ادیان مذاهب ایران به طور رسمی در اون کنفرانس حضور داشتند. بحث ما بحث اینه که ایران بزرگتر از اینیه که امروز یک حکومتی مثل اسلام، جمهوری اسلامی روش قرار گرفته. ایران اون جایگاهیه که این مجموعه رو در اختیارش قرار داشته، قرار داره و در نهایت گسترده تر و بزرگتر خواهد شد. بدونید که این کار انجام میشه. سپاسگزارم.